محل کار و زندگی اتباع غیر مجاز شناسایی بکنن و در اسرع وقت با پلیس انتظامی در تماس شد و وی در پایان به اتباع غیر مجاز توصیه کرد. طرح اتباع غیر مجاز از استان فارس کلید خورد. به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و عرض ادب خدمت شما بیننده های خوب آواز افغانستان. احمد هستم، یک بار دیگر شما را خوش آمد میگم به یک دیگر از برنامه های مهاجرتی آواز افغانستان. همسران عزیز، امروز میریم در استان فارس. همونطوری که گزارشات در مورد ای داشتیم که قرار هست طرح های جدی به خاطر دستگیری، شناسایی و طرد اتباع غیر مجاز در سراسر ایران آغاز شود، طرح طرد اتباع غیر مجاز و انتقال اونها به کشور از استان فارس کلید خورد. یک گزارش در این رابطه داریم دوستای عزیز، میریم همین گزارش رو میبینیم و برمیگردیم. طرد اتباع غیر مجاز از استان فارس کلید خورد. فرمانده انتظامی استان فارس گفت اجرای طرح جمع‌آوری و انتقال اتباع غیر مجاز از سطح استان آغاز شد. با گزارش ایرنا، سردار رحم بخش حبیبی روز یکشنبه در نشست خبری مهاجرت غیرقانونی را یکی از مشکلات جوامع امروزی برشمرد و همچنان اضافه کرد که مشکلات غیرقانونی و قاچاقی امروز در کشور مقصد مشکلات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی را به بار آورده است. وی با اشاره به اینکه طرد اتباع غیر مجاز مطالبه ملی مردم ایران هست افزود استان فارس و نیروهای انتظامی استان فارس در اجرای گسترده عملیات طرد اتباع خارجی به گونه مؤثر عمل خواهد کرد و اتباع غیر مجاز را از استان فارس بیرون خواهند نمود. همچنان آقای حبیبی گفتند افراد و اتباع مجازی که در این استان زندگی می کند به شکل درست ساماندهی خواهند شد. این مقام انتظامی افزود همکاری مردم فارس در رابطه با شناسایی محل کار و سکونت اتباع غیر مجاز و اطلاع رسانی موضوع به پلیس را اقدام مؤثر دانست و خاطرشان کرد که تمام اتباع غیر مجاز و غیر قانونی تا پایان سال جاری به کشورشان بازگردانده خواهد شد. وی در پایان به اتباع غیر مجاز توصیه کرد ضمن احترام به قوانین جمهوری اسلامی ایران به خاطر انتقال اتباع غیر مجاز از جمهوری اسلامی به کشور مقصد خود اتباع غیر مجاز بیاین به صورت خودجوش معرف شوند در مراکز انتظامی تا به کشورشان بازگردانده شود. خب هموطنان عزیز، مهاجرین گرامی که شما در ایران زندگی میکنین، در استان فارس زندگی میکنین، موضوع از این قرار بود که گفتن جلسه ای که صورت گرفت، نشستی که برگزار شده بود، فرمانده انتظامی استان فارس گفتند که اخراج و دستگیری اتباع غیر مجاز از استان فارس کلید خورده است، یعنی اتباع غیر مجاز در اینجا دستگیر و به کشورشان بازگردانده می شود. حالا هر کشوری که شما شهروندش هستین شما را انتقال خواهند داد. و همچنان آقای حبیبی در یک بخش گفتند که مهاجرت غیرقانونی مشکلات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و موضوعات دیگری را به کشورهای مقصود به بار می آورد. یکی از حرفایی که گفتن بله این واقعیت هست، مخصوصا اتباع قاچاقی و اتباع غیر مجاز در هر کشوری حالا باشد نگرانی های امنیتی و اجتماعی و فرهنگی را به همراه دارد. و همچنان آقای حبیبی درخواستی که از مردم داشت این بود که مردم باید محل کار و زندگی اتباع غیر مجاز شناسایی بکنن و در اسرع وقت با پلیس انتظامی در تماس شد و اینا رو نشان میده که آقا خانه فلانی در کجا هست، ای اتباع غیر مجاز هست، چند نفر هست، تا اینا بره همو مهاجرین از خانهشان بکشه و روان کنه به وطنشان. و همچنان یک توصیه آقای حبیبی ای بود که گفتن اتباع غیر مجاز به صورت خودجوش باید به خود در مراکزی که اینا قرار است از اون مراکز اتباع را انتقال بدهد یا به مراکز انتظامی مراجعه بکنن، آقا خودشان به طور خودجوش به کشور خود برگردن، دیگه نیازی به این نباشه که زد و خورد شوه، پلیس بریزه و بزن و لط و کوب و همچنان اینا را به شکل زور یا به زور اینا را کار کنن که از کشور بیرون کنن. آقا توصیه کردن که آقا شما کسایی که میخواین برگردین بیاین، ما شما را میفرستیم به مراکز ما مراجعه بکنین. این هم حرف خوبی هست هموطنان عزیز. میخوام یک نکته را در اینجا بگویم با شما که
شاید طرد اتباعی افغانستانی از ایران به کشور یک گام مؤثر باشه. به چند دلیل. یکی شما میایین در کشور خود و در اینجا بیاین شما مصرف کار و زندگی شوین. اگر زمین دارین برین زمینی خود کشاورزی کار کنین سرش، برین همونطوری که اکثر هموطنای ما فعلا در طرف قندهار و هلمند و میدان شهر اینجا دشت های قبلا اصلا اونجا خاک بود، هیچ چیزی نبود، اما حالا که میری همه دشت ها سولر زده، چا زده، مردم سرسبز و کشت و کار اونجا را انداخته، کچالو کشت میکنه، لوبیا کشت میکنه، دیگه کدو کشت میکنه، همه چیز اونجا کشت کرده مردم و زندگی اون مردم خیلی تغییر کرده نسبت به سالهای قبل. یعنی دشت ها در حال رشد کشاورزی هست. شما ای که زمین دارین، حاصلات میتونین بردارین، بین سر زمین های خود کار بکنین. اگر شما بیاین مثل که در ایران ساعت 8 سر کار میرین، ساعت 12 تعطیل میکنین، ساعت 1 دوباره سر کار میرین تا 5 و 6 کار میکنین، در وطن خود همینقدر زحمت بکشین، 100% شما صاحب یک لقمه نان میشوید که بهتر از اونجا خواهد بود. جور سلامت باشین دوستای عزیز، این بود از گزارش امروز ما. تا برنامه های آینده شما خوبانم، به خداوند یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما.